درود همراهان انگلیسی مثل آب اینجاست و در خدمت شما این با درس دو از سری درس های ساختار های مهم و کاربردی انگلیسی و در این درس می بپردازیم به ساختار I am in, I am on و I am at ببینیم اینها با هم چه فرقایی دارن و چه کاربردایی دارن در این درس به صورت تشریحی و تحلیلی در این خصوص صحبت خواهیم کرد فراموش نکنید اگر میخواید درس های بعدی کانال انگلیسی مثل آبخوردن خوردن رو دریافت بکنید کانال رو سابسکرایب بکنید و با فشردن آیتم نوتیفیکیشن جز اولین نفراتی باشید که کلیپ ها به دستتون برسه و بتونید از اونها در جهت یادگیریتون استفاده بکنید. بپردازیم به, به ساختارهای پرکاربرد I'm in, I'm on و I'm at در انگلیسی. I am in the shower. I'm in the shower. I am in برای جاهایی استفاده میشه که معمولا یک سقف یا یک چهار دیواری درش وجود داره و شما داخلش هستید. مثلا شاور یعنی دوش یعنی شما زیر دوشید دیگه و معمولا مسقف. I am in the shower که شاور در اینجا به معنی دوشه یعنی من زیر دوش هستم. I in the shower. من در زیر دوش هستم. I'm in the shower. I'm in the shower. I am in the lobby. I'm in the lobby. لابی یعنی لابی مثلا لابی هتل. I am in یعنی شما داخل اون لابیه هستید و احتمالا سقف داره که دارید از in استفاده میکنید. I'm in the lobby و th ایش داره اشاره میکنه به اون لابی مشخص که گوینده و شنونده میدونن منظور کدوم لابیه I'm in the lobby من در داخل لابی هستم I'm in the lobby I'm in the lobby I am in the class I'm in the class I am من هستم in the class داخل کلاس داخل اون کلاس مشخص به خاطر همین از THE استفاده شده بسیار خوب حالا نوبت شماست برای اینکه یاد بگیرید بگید که داخل کلاس هستید به این صورت باید بیان بکنید در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید I am in the class من داخل کلاس هستم I am in the class I in the class IAM کار Iین یعنی من هستم این داخل A ای یک ماشین Iین کار من داخل یک ماشین هستم و همونطور که گفتیم حرف اضافه N برای جاهای استفاده میشه که معمولا فضا مسقفه و محدوده خاصی داره. Iین کار من در داخل یک ماشین هستم. Iین Iین کار I am in the تاکسی I in the تاکسی IIM من هستم این داخل the تاکسی تاکسی که یعنی تاکسی thH داره اشاره میکنه به اون تاکسی مشخص که گوینده و شنونده میدونن منظور کدوم تاکسیه. I the تاکسی من داخل تاکسی هستم. I in the taxi. I am in the taxi. I am in a house. I'm in a house. I am من هستم in داخل a house. یک خانه. داخل یه خونه ای رفتیم که نمیدونیم کجاست. I am in a house. من در داخل یک خانه هستم. خب خیلی هم خوب. حالا میخوایم خوب یاد بگیریم. چطوری؟ کاری نداره میخوایم اعتماد به نفسمون هم ببریم بالا آقا راهش چیه خیلی ساده است همین عبارت و همین جمله و عبارت ها و جملاتی که در این درس داریم خدمت شما تقدیم میکنیم رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید وقتی که دارید تکرار میکنید صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا خوب یاد بگیرید بارها گفتیم باز هم میگیم جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم I'm in a house من در داخل یک خانه هستم I'm in a house I'm in a house I am in a school I'm in a school I am in یعنی من داخلش هستم A school سکول یعنی مدرسه. A school یعنی یک مدرسه. I'm in a school. من داخل یک مدرسه هستم. I'm in a school. I'm in a school. I am at the grocery. I'm at the grocery. I'm at یعنی من هستم در یه جایی کجا چرا از حرف اضافه at استفاده شده؟ آها. آه یکی از کاربردهایی که حرف اضافه at داره برای اشاره به جاهای خیلی عمومیه. I'm at یعنی من یه جایی هستم که عمومیه و عمومیت داره و خیلی حالا اهمیتی نداره که مسقفه یا بازه یا هر چیز دیگری. I'm at the grocery یعنی من در مغازه خاروبار فروشی هستم و چون اینجا اشاره میکنه به خاروبار فروشی که حالت عمومی داره از حرف اضافه at استفاده میکنه اگر الزامن بخواید بگید که داخل مثلا مغازه خاروبار فروشی هستید میتونید از حرف اضافه in استفاده کنید I'm at the grocery یعنی من در مغازه خاروبار فروشی هستم جمله و عبارت اینه اگر میخواید یاد بگیرید یک بار برای همیشه و اعتماد به نفستون رو رشد بدید نشون بدید که جسارت بیان یک جمله انگلیسی رو دارید از همین ابتدا ساختار یادگیریتون رو اصلاح بکنید با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم. آی I'm at the grocery من در مغازه خاربار فروشی هستم I'm at the grocery I'm at the grocery I am at the mall. I'm at the mall. I'm at گفتیم که برای بیان عمومیت جایی از حرف اضافه at استفاده میکنیم. The T-H-E برای اشاره به اون جای مشخص که بین گوینده و شنونده مشخص و تعریف شده است. مال یعنی پاساج مرکز خرید. The mall یعنی اون پاساج خرید مشخص. I'm at the mall یعنی من در پاساژ هستم حالا شما به من زنگ زدی من در پاساژ هستم ممکنه که در محوطه پاساژ مثلا محوطه بیرونی پاساژ باشه و داخلش نباشه به خاطر همین میگه I'm at the mall من در حال خرید مثلا هستم در پاساژ اگر الزامن بخواد که که داخل پاساژ مثلا فضای مسقفه میتونه بگه I'm in the mall اما اینجا داریم میگیم I'm at the mall من در پاساژ هستم I'm at the mall I'm at the mall. I am at the doctor's office. I'm at the doctor's office. I'm hastam at در the doctor's office. Doctor apostrophe s office برای نشون دادن مالکیت چیزی به نسبت انسان. انسان اینجا دکتر دکتر آپاستروفی اس برای بیان مالکیت آفس دفتر دکترز office یعنی دفتر دکتر I'm at the doctor's office من در دفتر دکتر هستم I'm at the doctor's office I'm at the doctor's office I am at the park. I'm at the park. I'm at یعنی من در یک جای عمومی هستم یک جایی که حالا خیلی مهم نیست مثقف بودن یا نبودنش یا هر چه که هست The park یعنی اون پارک مشخص پارک هم که یعنی پارک دیگه I'm at the park من در پارک هستم عزیزان اگر میخواید یاد بگیرید بارها گفتیم بازم میگیم روش تمرین خیلی ساده است هر عبارت و هر جمله رو تو کامنت بنویسید با صدای رسا تکرار کنید صدای خودتون رو ضبط کنید با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در بیانتون وجود داره بتونید اون رو پیدا بکنید و رفت بکنید جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و تکرار میکنیم I'm at the park من در پارک هستم I'm at the park I'm at the park I am at the airport. I'm at the airport. I am at یعنی من یه جای عمومی هستم یه جایی که حالا همه میدونن و عمومی the airport airport یعنی فرودگاه the و در اینجا با تلفظ the و نه the داره اشاره میکنه به یک کلمه که بعدش اومده حرف اولش صدادار گفتاریه به خاطر همین تلفظ the میشه the the airport یعنی اون فرودگاه مشخص مثلا قرار بود برم پرواز کنم حالا I'm at the airport من در فرودگاه هستم عبارت و جملمون اینه با هم در قسمت کامنت مینویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم تا خوب یاد بگیریم I'm at the airport من در فرودگاه هستم I'm at the airport I at the airport. I am in the mall. I'm in the mall. I am in the mall. داخل پاساژ، داخل فضای مسقفش. پس از حرف اضافه in استفاده کردیم. I'm in the mall. من داخل پاساش هستم. شما کجا هستید؟ اگر در حال یادگیری جدی هستید فراموش نکنید که عبارت ها و جملات رو در قسمت کامنت بنویسید. جمله و عبارت مونینه با هم بنویسیم و تکرار کنیم. I'm in the mall. من داخل پاساش هستم. I'm in the mall. I'm in the mall. I am in the park. I'm in the park. I am من هستم in the park یعنی داخل پارک مثلا فرض کنید یه پارک آبی مسقفه میشه دیگه I'm in the park من داخل پارک هستم خیلی هم خوش بگذره با هم می نویسیم و تکرار می کنیم I'm in the park من داخل پارک هستم I'm in the I'm in the park I'm in the park. I am in the grocery. I'm in the grocery. I am من هستم in داخلش یه فضای مسقف رو در نظر بگیرید the grocery اون مغازه خاربار فروشی مشخص چون از THE استفاده کرده I'm in the grocery. من داخل مغازه خاربار فروشی هستم. I'm in the grocery. I'm in the grocery. I am on the phone. I'm on the phone. I am on حرف اضافی آن کجا استفاده میشه؟ یه جاهایی که شما مدت زمانی از وقتتون رو دارید براش صرف میکنید و معمولا جاهایی که مسطح هستند حالا اینجا شما زمانی رو دارید صرف تلفن صحبت کردن میکنید فون یعنی تلفن the phone یعنی اون تلفن مشخص یا اون صحبت تلفنی مشخص I'm on the phone یعنی من در حال صحبت تلفنی هستم دارم با تلفن حرف میزنم I'm on the phone من در حال صحبت تلفنی هستم I'm on the phone. I'm on the phone. I am on my computer. I'm on my computer. I am on یعنی من دارم یه کاری رو انجام میدم که وقتی رو از من داره میگیره. I am on my computer. من پشت کامپیوترم هستم یا دارم با کامپیوترم کار میکنم. I'm on my computer. من دارم با کامپیوترم کار می کنم. I'm on my computer. I'm on my computer. I am on a bus. I'm on a bus. Bus یعنی اتوبوس. آیم آن باس من در یک اتوبوس هستم و چون اتوبوس سطحش یه سطحیه که شما میتونید روش بیستید از حرف اضافه آن استفاده میشه همچنین برای قطار همچنین برای کشتی یا جاهایی که مسطح باشه از حرف اضافه آن میتونید استفاده کنید و در اینجا آیم آن باس من در یک اتوبوس هستم جمله و عبارت مونین با هم در قسمت کامنت مینویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم on آن باس من در یک اتوبوس هستم. I'm on a bus. I'm on a bus. I am on the train. I'm on the train. I am on من هستم روی یه چیزی کجا the train. thE ای اشاره میکنه به اون قطار مشخص و train یعنی قطار the train یعنی اون قطار مشخص I'm on the train یعنی من در قطار هستم چرا از آن استفاده کردیم چون قطار یه سطح مسطحی داره شما میتونید روش بیستید I'm on the train من در قطار هستم I'm on the train I'm on the train I am on a boat. I'm on a boat. I am on یعنی من هستم روی یک سطحی. چه سطحی؟ A boat. Boat یعنی قایق. I'm on a boat یعنی من در روی یک قایق هستم. جمله و عبارت با هم می نویسیم و تکرار می کنیم. I'm on a boat. من در روی یک قایق هستم. I'm on a boat. I'm on a boat. بسیار هم عالی دوستان سپاسگزاریم از همراهیتون به پایان این درس در خصوص آی به علاوه این آن و ات رسیدیم تفاوت‌هاشون رو براتون گفتیم الان دیگه باید خوب یاد گرفته باشید فراموش نکنید اگر می‌خواید واقعا یاد بگیرید هر جمله و هر عبارت که در این درس خدمت شما تقدیم شد رو در قسمت کامنت بنویسید با صدای رسات تکرار بکنید صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در بیانتون وجود داره بتونید اونها رو دیتکت بکنید پیدا بکنید و اونها رو رفع بکنید و در حقیقت طبق همین روشی که روی صفحه شما دارید میبینید و میتونید ازش استفاده بکنید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهیتون پیگیر درس های انگلیسی مستاب خوردن باشید و انگلیسی مستاب خوردن رو به دیگران هم معرفی کنید اونها هم بتونن استفاده بکنن کار نیکو بسیار ارزنده است آرزوی ما برای شما چیزی نیست غیر از تندرستی خوشی خورسندی و خوشحالی و صلح و آرامش در هر کجای دنیا که هستید